با سلام به دوستان عزیز، من علیرضا فدایی هستم با یک برنامه دیگه از برنامه های ورزشی جوایز پارسی در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز خدمت استاد فردین آقایی هستیم، استاد جودو، که ازشون میخوایم که خودشون رو بیشتر معرفی کنن، یک مقدار از سوابقشون بگن، از کی ورزش جودو رو انجام میدن، چی شد که به ورزش جودو معرفی شدن. میسپاریم به خودشون. بفرمایید استاد آقای. بله، با سلام، عرض ادب خدمت شما و بینندگان محترم. ممنونم که این فرصت رو به من دادید که من بتونم در خدمتتون باشم و سعادتیه که بتونم مطالبی رو که مفید به درد جامعه شما ایرانی ها میخوره و به درد شما میخوره رو بتونم ارائه بدم. من فردین آقایی هستم، به مدت حدود 40 ساله که رشته ورزشی جودو رو انجام میدم و در این زمینه فعالیت های زیادی رو داشتم، چه تو ایران و چه تو کانادا که الان مقیم هستم اینجا. تونستم خب این رشته رو ادامه بدم و چه به صورت آماتور در دوران اولیه و چه الان به صورت حرفه‌ای. جودو رو من از سن نوجوانی و جوانی شروع کردم، حدود 13-14 سالگی من این رشته رو شروع کردم. علاقه ای که من به این رشته پیدا کردم به خاطر زیبایی این رشته و به خاطر ارتباطش با کشتی بود که من فکر می کردم در صورت این که این رشته امتیاز زیادی داره نسبت به رشته های رزمی بسیار گلاویز شدن، این رشته رو انتخاب کردم و از همون موقع من شروع کردم به فعالیت در این رشته. خصوصیات این رشته اینه که وقتی که من وارد این رشته شدم جذبشم از قبیل فنونهای پرتابی، فنونهای گلاویزی، حرکاتی که توی خاک انجام میشه که همون بهش نوازا میگن و اون دیسیپلین و مقرراتی که تو خود رشته رزمی وجود داره و خصوصا تو رشته جودو، و این منو بیشتر جلب کرد و بیشتر علاقه‌مند کرد به این رشته. این رشته رو که من شروع کردم خب توی شهرستان و توی ایران من این کار رو انجام دادم، این رشته رو شروع کردم و بعد وقتی که به دوران دانشگاهی ما تهران گذروندم، یعنی منتقل شدم به تهران، این رشته رو دیگه به صورت حرفه‌ای و پروفشنال از تهران من شروع کردم این رشته رو. فعلا که من در خدمتتون هستم، دارای دان 7 اینترنشنال جودو فدریشن هستم و دان 7مو گرفتم. حالا دیگه اگه لازم باشه که توضیح بدم که اخذ دان 7 و یا دانهای جودو در ارتباط با سایر رشته‌های رزمی چگونه هست و چه پروسه‌ای رو داره، خب تا یه اندازه متفاوت رشته‌های رزمی دیگه هست، سابقه طولانی لازم داره در گرفتن هر کدوم از این کمربندها و اون سالهای لازمه رو بایستی سپری کنید تا بتونید به دانه‌های بالاتر ارتقا پیدا کنید و این خودش ملتزم زمان هست، ملتزم یادگیری هست، ملتزم تجربه زیادی تو این رشته هست. یعنی مثل سایر رشته های دیگه نیستش که کسایی که دانای بالا رو بخون بگیرن جهشی و یا اینکه به سرعت یک ساله یا 2 ساله یا 3 ساله طی کنن. این رشته احتیاج به صبر و صبوری زیادی داره و بایستی خیلی پشت کار داشته باشی تو این رشته که بتونی به اون درجه رضایتمندی خودت که لازم هست و میخوای برسی. به قول معروف گفتنی میگن که از هر 100 نفر 67 نفر نهایتا 70 نفر این رشته رو ادامه میدن و از این 70 نفر طبق آماری که گرفتن کل رشته های رزمی رو من دارم عنوان میکنم، از این 70 نفر 40 نفر به بلک بیلت یا مشکی میرسن و از این 40 نفر که بخوان ادامه بدن درصدش و اون پرسنتیجش میاد پایین که بخوان به دانهای بالا و یا رشته ارتقای کمربند بگیرن تا اینکه میرسه به دانهای خیلی بالا که این درصدش کمتر و کمتر میشه. این یک خصوصیت کلی بود در ارتباط با عقد کمربند گرفتن توی رشته ورزشی جودو. ولی خب میشه گفتش که این رشته خالی از نقص نیست، خالی از
مثل رشته رزمی دیگه خالی از مسائل خاص خودش نیست، احتیاج داره که هر سال آپدیت بشه و این رشته باعث شده تو المپیک قدمت چندین ساله داشته باشه و همینطور پابرجا توی المپیک بمونه، چون هر سال دستخوش تغییرات آپدیت های زیادی میشه که به ارتباط با روز بشه این رشته. خب قبلنا توی رشته جودو ما تکنیکایی داشتیم که میتونستیم پای حریف رو مثل کشتی بگیریم و از تکنیک های گرفتن پا استفاده کنیم، ولی خب به مرور زمان این تکنیکایی که گرفتن پاها بود رو از میان برداشتن که بتونه اون اصالت خودش رو حفظ کنه و پشت این مسئله خیلی داستان ها هستش. چرا؟ چون رشته های دیگه مثل کشتی های بومی، کشتی های محلی وجود داشتن که اینا می اومدن توی رشته های جودو فعالیت میکردن و از اون حرکات خودشون استفاده میکردن. نه اینکه بگم جودو ضعف داشتن مقابل این رشته، نه، ولی خصوصیات جودو یه رشته دیگه یه که یه رشته هستش که خالی از مسائل کشتی های دیگه هم هستش. اینه که اونا می اومدن از این رشته استفاده میکردن، از این رشته که خودشون داشتن استفاده میشن، مثل کشتی کچکارا، مثل کشتی های محلی خیلی زیادی هستش، چه تو آذربایجان، مخصوصا توی شوروی سابق که قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، اینا کشتی های محلی زیادی داشتن. حتی خود ایران خودمونم تو منطقه خراسان ما کشتیگیرای محلی زیادی داشتیم و داریم. خب اینا می اومدن توی توی جودو و از این امتیاز رشته خودشون استفاده میکردن و بچه های جودو کار رو به زحمت میانداختن و حتی توی مسابقات آسیایی و حتی جهانی و المپیک هم حضور پیدا میکردن. اینه که این رشته دستخوش این تحولات شد و یه رشته پیور و خالص رو که همون جوده اصیل هستش رو به اجرا داره میگذاره. اینه که مرتب دستخوش تغییر و تحولات زیادی میشه از لحاظ قوانین داوری. خب امتیازایی که میگیرند توی رشته جودو، قبلا داوریش و امتیاز گرفتن نوعای دیگه بود، الان خیلی محدود شده چون میخوان این رشته رو خیلی اکتیو و پستر ادش کنند، یعنی از اون حالت راکت بودن یا اون حالت به قول معروف آرام بودن به یه رشته پرتحرک و خیلی منفعل و اکتیو در بیارن. اینه که مرتب دستخوش تغییر میشه، تحولات میشه و از اون پیور بودن خودش و خالص بودن خودش کم کم نمایان میکنه. این در مورد قوانین داوری بود. خب قوانین مربیگریش هم به صورت کلی توی اینترنشنال جودو فدریشن داره اجرا میشه. خب هر کشوری یه قانون خاص خودش واسه مربیگری داره و نهایتا میرسه به اینترنشنال جودو فدریشن که قوانین بین المللی هستش و تحت قوانین بین المللی هر مربی بایستی سرتیفای بشه. این یه اجمال کلی بود در مورد رشته جودو و تغییراتی که درش انجام شد و به این روز رسیده و به این مرحله رسیده. خوشبختانه جودو الان خیلی عمومیت پیدا کرده و خیلی پاپیولار شده، به اصطلاح همه جای دنیا میشناسنش و این رشته داره به سرعت گسترش پیدا میکنه و اون اصالت خودش رو حفظ کرده و یکی از رشته های زیبا. نه اینکه خودم رشته جودو دارم انجام میدم و به این رشته تعصب داشته باشم، نه، واقعیت دارم میگم، رشته ایست بسیار زیبا، بسیار پرتحرک، بسیار فعال و بسیار آموزنده. واسه بچه ها خیلی مفیده چون اون دیسپلین خاص به بچه ها یاد میده، اون تحمل و بردباری رو به بچه ها نشون میده، به سنین پایین نشون میده و برد و باخت رو نشون میده که در زندگی برد وجود داره و باخت هم وجود داره و بایستی وقتی که میبازی یه رسپکت و احترام خاصی به حریف داشته باشی. اینا رو من حقیقتا از بچه هم یاد گرفتم، از شاگردام یاد گرفتم که وقتی که این بچه هایی که میان روی دوشن با چه انگیزه میان و وقتی که میبرن، من بهشون همیشه گفتم که این برد همیشگیتون نیست، مرحله بعدی هم برد دارید، مرحله بعدی هم برد دارید، ولی مرحله چهارم احتمالا باخت دارید، باسی آماده این مسائل باشید. و گفتم خدمتتون، من بچه های خودم دارم یاد میگیرم که وقتی که میبازم با یه روحیه خیلی سر بالا از دوشن خارج میشن و توی زندگی همیشه برد و باخت وجود داره، چه تو درس خوندنمون، چه توی زندگی همون، چه توی هر خیلی مسائل دیگه، و این باخت به ما خیلی درس داره نشون میده که با هر باختی ما گیواب نکنیم و یا جاخالی ندیم و بتونیم به مرحله بعدی برسیم و با انگیزه بیشتر بتونیم
به اون نتیجه دلخواه خودمون برسیم. حالا دیگه نمیدونم این یه مسائل کلی بود که من خدمتتون گفتم در مورد جودو. حرف توی جودو بسیار زیادت بسیار زیادت یه دریا هستش، شاید بگم جودو یه اقیانوس هست که من خود نوعی من به عنوان یه رودخونه و به عنوان یه لیوان آبی هم به اصطلاح توی این دریای بیکران هستم. یعنی انقدر این جودو گسترده هست که شناخت من نسبت به جودو با توجه به اینکه 40 ساله به طور مرتب دارم این رشته رو انجام میدم، هنوزم شناخت کاملی نسبت به جودو ندارم و آشنایی کامل به تمام زوایای جودو رو ندارم. هنوز هم من، نه تنها من و خیلی کسای دیگه، خیلی مربیای دیگه که خود دانای بالا دارن و توی سنای خیلی بالایی هم هستن و توی این رشته کار کردن، واقعا هنوز اون اطلاعات و کامل و جامع رو نسبت به جدا نتونستن پیدا کنن. گاهن من میشینم، گاهن من تو فکر میرم و گاهن، یعنی شاید بگم خیلی زیاد میگم که کسی که این رشته رو ابداع کرد به اسم آقای جیگارو کانو که اهل ژاپن بود، چه کار فوق‌العاده‌ای رو انجام داد، یعنی چه چیزی رو ابداع کرد. باور کنید که من تو این شرایط سنی و این شرایط تجربه هنوزم موندم نسبت به این رشته که این رشته چه عظمتیه، چه رشته بزرگیه و چجوری اینو ابداع کردن و چجوری اینو کرییتش کردن، و واقعا واسه من جای تعجب و سواله و مطمئنم این رشته پایدار خواهد بود و ماندگار خواهد بود و تحولش خیلی زیاد خواهد شد و از زیبایی جلو هیچ وقت کم و کاست نمیشه. یه نکته رو خدمتتون بگم که شاید واسه والدین و یا کسایی که این رشته رو انجام ندادن، شاید از تلویزیون از تو میدیا مسابقات رو ببینن یا یه پرتاب رو ببینن رشته جلو و جا بخورن که چجوری یه نفر حریف رو بلند کرد و کوبون زمین و نگران میشن، یعنی نگران اون حریفی میشن که خورد زمین، میگن چه برای سرش اومد، این چه رشته یه چرا اینجوریه. ولی این رشته به حدی زیباست، شما اگه تو این کار تمرین داشته باشید، نه تمرین آنچنان، تمرین های مثل افت کردن اینو بلد باشید، قطعا هیچ اتفاقی واسه اون نفری که زمین خورده و حریف اینو به قول معروف تکنیک بهش داده و به روی دوشک زده شده، هیچ اتفاقی واسهش نمیفته و این خیلی زیبا، یعنی زیبایی جلو تو همین تکنیک ها هستش. کلام آخر خدمتون بگم، خود ورزش جودو اساسش بر چه چیزی استواره؟ نه به قدرت و نه به زور بازو، فقط جودو بر اساس استفاده از وزن و از قدرت حریف بر علیه خودشه. یه حریف خیلی وزن کم با در مقابل یه حریف خیلی سنگین وزن خیلی راحت میتونه تکنیک های پرتاشی روش انجام بده. چرا؟ چون از وزن حریف و از قدرت خودش بر علیه خودش استفاده میکنه. این شالودو اساس استراکچر جودو بر این اصل استواره، بر اصل فیزیک استواره که نقطه تعادل حریف رو چه موقع و در چه زمانی به هم بزنی که از وزن خودش بر علیه خودش و از زور خودش و قدرت خودش بر علیه خودش بتونه استفاده کنی و حریف رو تو پرتاب کنی. این شالودو اساس جودو هستش. حالا اگه مطلبی دیگه هستش من در خدمتتون هستم، سوالی هست بفرمایید که من میتونم جواب بدم. خواهش میکنم، بسیارم عالی و جامع. خیلی از سوالایی که من میخواستم بپرسم جلوتر توی صحبتاتون فرمودین استاد. الان اینجا در ونکوور بزرگ مشغول چه کاری هستین شما؟ در فعالیتتون در مورد جودو چی هست؟ بله، خب قبل از اینکه من بیام کانادا حدود 18 سال پیش بود که من توی ایران خب فعالیت جودو داشتم، ولی خب تحصیلاتم، رشته کاریم یه رشته دیگه بود و یه شغل دیگه بود، ولی در کنارش من جودو رو ادامه میدادم. توی ایران که بودم خب من دبیر فدراسیون آموزش مربیان تهران بودم، دبیر خود فدراسیون بودم و کارای فدراسیون رو انجام میدادم و در کنار آن من داشتم، یعنی مربیگریم و کلاسم داشتم و به کار مربیگری مشغول بودم، تا اینکه من مهاجرت کردم و اومدم کانادا. دیگه کلن فوکس و تمام فکر و ذکر و کارم رو روی جودو گذاشتم که بتونم اون چیزی که بهش علاقه دارم و به قول گفتنی جز پشن من هستش رو بتونم ادامه بدم.
خب شروع کردم به فعالیت تو این رشته و خب اینجا شرایط خاص خودشو داره، یعنی اون قوانین خاص خودشو داره با توجه به مربیگری اینجا. گرچه من مربیگری IGF یعنی International Judo Federation مربی درجه یک جهانی رو داشتم، ولی اومدم اینجا، خب اینجا قوانین خاص خودشو و اون استراکچر خاص خودشو داد که بایستی هر مربی که هستش، حالا در هر رشته ای که هست و هر عنوانی که داره، قوانین اینجا رو سپری کنه. که من دیگه از صفر شروع کردم اینجا، نه اینکه بگم از صفر، خب اینا منو میشناختن و آشنایی نسبت به جودو من داشتن، خود جودو کانادا، ولی خب بایستی سرتیفای میشدم از اینجا. از اینجا سرتیفای شدم و تونستم باشگاه رو شروع کنم. الان در حیات من خدمتون هستم، دو تا باشگاه دارم، یکی در ویست ونکوور و یکی دیگه در پورت کوکوزم. دو تا باشگاه که دو تا باشگاه خیلی فعال هستند، خوشبختانه شاگردای خوبی رو دارم و روشون کار میکنم و من تارگت و هدفم بر اساس اینه که شاگردی که میاد، دانشجویی که میاد، هنرآموزی که میاد پیش من، واقعا جودو رو یاد بگیره. درست بیزنس هستش و دنبال و هر کاری بایستی به عنوان بیزنس نگاش کرد، ولی من سوای بیزنس تو این فکر هستم که هنر آموزی که میاد باشگاه من اون روز رو واقعا جداش رو یاد گرفته باشه، نه اینکه خدای نکرده وقتش تلف بشه یا همینجوری گذشته باشه. اینه که تمام شاگردای من، والدینشون منو میشناسن و نسبت به من اعتماد کامل دارن. وقتی که شاگرداشون میاد بچه‌هاشون رو میارن پیش من که اون هنر جودو رو من بهشون نشون میدم و یاد میدم. همونجوری که خدمتتون گفتم، اینجا به فعالیت جودو ادامه دادم و تو این کار دارم فعالیت میکنم، چه تو رده قهرمانی خوشبختانه بچهای شاگردای خوبی رو ارائه دادم، عناوین قهرمانی رو دارن توی کانادا، رنکینگ های کانادا رو دارن خوشبختانه. خب از بچگی پیش من بودن و الان دارن خودشون نتیجه خودشون رو میبینن. از این بابت خیلی خوشحالم و به خودم میبالم که شاگردای من از من بهترن، شاگردای من عناوینشون خیلی بهتره، شاگردای من از من علاقهشون بیشتره و این یه افتخاری و یه دلگرمیه واسه من. به قول گفتنی میگن که مربی خواهد بود و احساس خوشنودی خواهد کرد که شاگردش از خودش بالاتر باشه و از خودش بهتر باشه. این باعث خوشنودی مربی میشه و من از این لحاظ خیلی خوشنود هستم. بسیار عالی. استاد شما توی رشته های دیگه هم فعالیت داشتین، رشته های رزمی دیگه؟ بله، من توی بی جی جی یا همون جیسو برزیلی هم، چون فرمودید شما در ارتباط با جدا صحبت کنم، من فوکسم بیشتر روی گذاشتم که مطالب خدمتون عنوان کنم، بله ولی چون فرمودی رشته های دیگه، بله من توی بی جی جی هم یعنی جیسو برزیلی هم فعالیت دارم و دان دو و یا گرید دو بی جی جی رو، بلک بلت رو دارم. خیلی توی این رشته فعالیت می کنم، توی این رشته هم جز یکی از کارهای من هستش، چون همجوری که خدمتتون گفتم چرا به این بی جی جی علاقه من شدم، چون جودو یکی از حالتاش یا اینکه یه بعدی دیگه جودو گراوند ورکه یا همون خاک کار کردنه. تو این زمینه که خاک و من بتونم بیشتر آگاهی داشته باشم و بیشتر یاد بگیرم، به رشته بی جی جی گرایش پیدا کردم و این رشته رو فعالیت کردم و انجام دادم. نزدیک 14 ساله که من بی جی جی دارم کار میکنم و توی جیتسو برزیلی فعالیت دارم. کلاس اینجا من نذاشتم واسه بی جی جی، فعلا فوکسم روی جودو گذاشتم، ولی خب توی باشگاه دیگه به عنوان بی جی جی، به عنوان کمک مربی و خود مربی هم دارم کار میکنم و خودم دارم تمرین میکنم بی جی جی رو. خوشبختانه تونستم که این زمینه با همکاری سایر از دوستانمون بتونیم مدارک های بی جی جی این فدراسیون جهانی رو من بگیرم، از خود آقای ریکون گریسی یعنی جزء خانواده گریسی هستش، بتونم عناوین خودم و کمربندهای خودم و درجات خودم رو از دست خود ایشون من اون دریافت کنم و این رشته رو به عنوان یه رشته کمکی توی جودو دارم انجام میدم و میشناسم و فعالیت میکنم. بسیار عالی.
استاد بسیار بسیار ممنون. در انتها اگر صحبتی دارین که خودتون اضافه بفرمایین، خواهش میکنم. اگه نمیدونم حالا اگه مطلب خاصی رو شما مد نظرتون هست که من عنوان کنم، ولی من بیشتر توجهم و بیشتر فوکسم روی والدین هستش. بله واقعا این خیلی مهمه واسه من همیشه وقتی که والدین و پدر و مادر هنر آموزان بیان بچه‌شون رو میذارن کلاس، در درجه اول من ازشون تشکر میکنم. تشکر من به این بابته که وقت میذارن، هزینه میذارن، با توجه به این شرایط و بچه‌هاشون رو میارن توی باشگاه. این خیلی کمک میکنه به بچه‌هامون. بچه‌هامون واقعا به حمایت ما احتیاج دارن، به پشتیبانی ماها احتیاج دارن، به پشتی ما والدین احتیاج دارن. ازشون خواهش میکنم، تمنا میکنم همیشه که این روندشون رو ادامه بدن. درسته مسائل مشکلات زیادی توی جامعه هست، خب پدری یا مادری که از سر کار برمیگرده یا مشغول کارهای زندگی خودش هستش، واقعا درگیر این مسائل هستش با توجه به شرایط فعلی کنونی اقتصادی، و شاید تایمی رو نداشته باشه که 2 ساعت با توجه به ترافیک و خیلی چیزهای دیگه، 2 ساعت 3 ساعت بچهش رو بیاره باشگاه، منتظر بشه، بچه کارش رو تموم کنه و برگرده خونه. میدونم خیلی سخته، ولی این یه هزینه هستش، این یک هزینه هستش واسه بچه هامون. من خیلی جالب یادمه که یه شاگرد یه پرنسی اومد گفتش که من بچه هم میخوام بیارم جدو، چقدر طول میکشه که مشکی بگیره؟ من توضیح دادم، گفتم خب 4 الی 5 سال وقت میبره که مشکی بگیره. بعد گفتش که نشد با من در مورد هزینه ها صحبت کرد، گفت من تو هم اینجوری میذارم، اینقدر وقت میذارم، اینقدر میذارم. حساب کتابی کرد واسه خودش، گفتش که اوکی مشکی بگیره، نه اینکه منظورش کمربند مشکی باشه، یعنی به اون حد خوب برسه. بعد وقتی که کلکولیت کرد و حساب کتاب کرد، گفت نشه نزدیک مثلا یه رقمی $10,000 $15,000 واسه من هزینه برداره این چند سال که بتونه کمربند مشکیشو بگیره. بعد گفت اوکی من موافقم. گفتم من اصلا متوجه نشدم شما منظورتون چی بود اصلا. گفت نه من میخوام یه هزینه 10-15 هزار دلاری بدم واسه 4 سال، ولی پسرم یا دخترم بتونه سلف دیفنس یاد بگیره، اگه خدا نکرده اتفاقی واسش بیفته شاید با $50,000 من نتونم اونو جبران کنم. یعنی ببینید لانگ ترم دارم فکر میکنم، ما نبایستی لانگ ترم واسه بچه شورت ترم واسه بچه همون فکر کنیم، واسه یه لانگ ترمی بذاریم واسه شون، ببینیم که آیندهشون در این زمان چه خواهد شد. ازشون از پرنسا خواهش میکنم که واقعا نیست به این مسئله خیلی توجه کنن و خیلی وقت بذارن، چون این یه بازدهی دراز مدته که بعدا نتیجهشو خواهند گرفت. پسرشون یا دخترشون خب توی محیطی وارد میشه، یه هنر رزمی رو یاد میگیره، یه سل دیفنسی رو یاد میگیره، یه دیسپلین رو یاد میگیره، یه باخت و بردی رو یاد میگیره که ما واقعا نتونیم در آینده با هزاران دلار یا خیلی بیشتر بتونیم اینو واسه پسرمون یا دخترمون مهیا کنیم. کاری که ما امروز انجام میدیم، سرمایه گذاری به نسبت کمی که ما امروز انجام میدیم، واقعا بازتابش در آینده واسه بچه خودش مهمه. یعنی بچه‌ای که مثلا دوران جوانه، نوجوانی و حتی بزرگسالی رو بخواد طی کنه، با اون پیش زمینه خوبی که توی این رشته های ورزشی و رسمی یاد گرفته رو میتونه انجام بده. این نظر من، توصیه من نسبت به والدین، که گرچه میدونم خب والدین هیچ وقت کم و کسی واسه بچه هاشون نمیذارن، ولی این یه پلاسه، یه اضافه کردنه که یه یادآوری، یه آلارمه، یه نوتیسه. حتی خود من الان دخترم قهرمان کانادا هستش توی جودو، خب من وقت میذارم، میارمش، میبرمش، با خودم تمرینش میدم، هزینه میکنم. هدف من کسب قهرمانیش نیست، هدف من به شاگردان میگم قهرمانی نیست، اون تایمشون رو بگذارن، اون تایمشون رو با یه ورزشی انجام بدن، با یه ورزشی انجام بدن که نه اینکه بگم آینده داره، ولی خب بتونه ساتیسفایشون کنه، راضیشون کنه، وقتشون رو پر کنن با این. بازم میگم خدمتون خیلی این واسه من مهمه، والدین نقش اصلی و اساسی رو دارن در ارتباط با هر نوع ورزشی واسه فرزنداشون.
از این نباید غافل بشیم، خود من هم نباید غافل بشم و تمام پرنس هایی که هستن نباید غافل بشن. من در خدمت پرنس ها هستم، هر سوالی داشتن وقتی که میام باشگاه کلا من اوپن هستم که اگه مشکلی هست، اگه مسئله هست با من در میون بذارن. گاهن شده اینو باز یادآوری میکنم خدمتتون، حتی من خودم رفتم بچه ها رو پیکاپ کردم، میدونم که والدین وقت نداشتن، رفتم از در منزل بچه ها رو شاگردام رو پیکاپ کردم، بردم باشگاه تمرین کردن، بعد برشون گردوندم، گفتم عیب نداره. شما پرنس اگه نتونستید امروز رو نهایتاً یکی چند جلسه بتونید این کار انجام بدید، من وظیفمه، من درست مربی هستم ولی من هم مسئولیت دارم نسبت به شاگردا و نسبت به ورزشکاران و هنرجویانی که میخوان توی ورزش باشن. الان من تعصب نسبت به جودو یا رشته خاصی ندارم ولی وظیفمون اینه که نسبت به جوانان، نسبت به بچه ها کارهای مفیدی رو انجام بدیم، از جمله بردنشون توی باشگاه و فعالیت کردنشون توی رشته های ورزشی. بسیار عالی استاد، ممنون از وقتتون، خواهش خیلی میکنم، متشکرم، دوست دارید، آرزوی موفقیت برای شما عزیز. ممنون، متشکرم، خیلی سپاسگزارم از جناب عالی که این وقت رو در اختیار من گذاشتید که خواهش من میکنم. بتونم باهاتون در این مسئله صحبت کنم. متشکرم.